مقام های محلی بامیان می گویند که برای نخستین بار تیم ماین روبی زنان افغان در این ولایت برای دریافت جایزه بین المللی 2019 از سوی نهاد جهانی کنترل اسلحه نامزد شده است. به گفته این مقام ها 10 فرد و تیم از کشورهای مختلف دنیا به شمول افغانستان نامزد این جایزه هستند. اولین گروه ماین پاک در سطح کشور که خانم ها تشکیل میدن، فکر می کنم حدودا 18 یا 20 نفر هستند. این خانم ها حدود 2 سال است که فعالیت دارند که حمایت مالیشان از جانب ارگان های بین المللی و سازمان ملل است و ای که این روزها ما میشنویم که اینا نامزد شدن از جانب اتحادیه کنترل سلاح که یک رنج زمانی داره که باید رای داده شود و این کاندیدا بیشترین آرا را کسب بکنن برای برنده شدن جایزه. روز جمعه 10 جنوری 2020 به خیر نتایج نهایی اعلام میشه که ما امیدوار هستیم برای اینکه همشهریان و هموطنان ما و یا فرق نمیکنه در اقصا نقاط دنیا رای بدن، این کاندید ما برنده شوه که از کشور افغانستان است. تیم ماین روبی زنان افغان در ولایت بامیان پس از سپری کردن یک دوره آموزشی از سال 2018 بدین سو در این ولایت مصروف خنثی‌سازی ماین های دوره جنگ های سابق در افغانستان است. ماین پاکان زن در بامیان میگویند که تیم 20 نفری آنان در بخش های مختلف خنثی‌سازی ماین و مواد انفجاری که از جنگ های سابق در این ولایت باقی مانده است کار کردند. تعداد تقریبا 20 فیمل ماینر است که در بخش های مختلف کار میکنه که بعضی هاش مستقیما در ساحه ماین پاک میکنه و بعضی هاشان چی هستن مثلا معلم آگاهی از خاطرات ماین است و همین رقم دکتر و برخی از زنان ماین پاک با خرسندی میگویند که آنان توانستند در کنار مردان ماین روب چندین ساحه را از ماین پاک کنند و امیدوارند که فعالیت های آنان سبب دریافت این جایزه شود. خب در مدت 2 سال مش همراه ماسه دیجی کار میکنم و در این مدت 3 ساحه ماین فیل و 1 ساحه بترفیل که مهمات انفجار نشده است کار کردیم همراه همکارم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در کشور گفته است که در کنار تیمی ماین پاکان زنان 9 نامزد دیگر که در زمینه کنترل مؤثر تسلیحات، منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، دریافت راه حل برای خلع سلاح و افزایش آگاهی از سلاح‌های کشتار جمعی در جهان فعالیت دارند، نامزد این جایزه اند. مقام‌های محلی بامیان فعالیت این زنان ماین روب را مؤثر خوانده گفتند که به‌زودی بامیان نخستین ولایت عاری از ماین در سطح کشور اعلام خواهد شد. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، بامیان.